صدقه، صدقه برای شخص مسلمان برهان است و صدقه حجت برای صدق ایمان شخص مسلمان است. صدقه سبب کفارت گناهان است. صدقه سپر از همه بدی هاست. صدقه برای شخص بیمار دوا است. از صدقه مرده ها منفعت میبرند. صاحب صدقه در روز قیامت در زیر سایه صدقه هایش می آید. صدقه صاحبش را از عذاب پروردگار دور می گرداند. الله سبحانه و تعالی صدقه را قبول کرده بر او ثواب بزرگ می دهد که حتی بعضی آن به مثل کوه است. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی به اندازه یک خرما از کسب پاک و حلال خود صدقه بدهد و الله سبحانه و تعالی به جز مال حلال و پاک دیگر مال را قبول نمی کند. الله تعالی آن را به دست راست خود می گیرد و برای صدقه دهنده ثواب می دهد که آن مثل کوهی بزرگ می شود. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. فضیلت صدقه دادن خیلی زیاد است و ماه رمضان ماه صدقه دادن است. ماه رمضان ماه نیکی و عطا است. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم سخاوتمندترین مردم بودند و در رمضان وقتی که جبریل علیه السلام به نزدشان می آمد از هر زمان دیده بیشتر بخشنده تر می شدند و جبریل علیه السلام در ماه رمضان هر شب نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد و هر دو از قرآن درس می کردند. بله، خیر و بخشش پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنانی که جبریل علیه السلام نزدشان می آمد از باد وزان نیز بیشتر بودند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. در این حدیث بیان شده است که نیکی های پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ بود و نیکی در ماه رمضان امر مستحب است و صدقه دادن نوعهای گوناگون دارد. از آنها افطار دادن روزداران، تشنگان را آب دادن، یاری دادن به بیوه‌زنان و یتیمان و یاری دادن به آیله های محتاج، مسجد ساختن، یاری به طالب علم و غیره که الله تعالی در قرآن چنین فرموده است. صفت آنان که اموال خود را در راه الله خرج میکنند مانند صفت یک دانه است که هفت خوشه را برویاند. در هر خوشه صد دانه است و الله به هر که خواهد دوچند میدهد و الله تعالی دانا است. سوره بقره آیه 261.